زنده است کسی که در دیارش ماند خلفی و یادگارش، به سرگر ندارد نشان از پدر، تو بیگانه خانش و مخانش به سر. سلام دوستان عزیز، در برنامه فیلی یک جوان را به شما معرفی میکنم که در بیرون مرزی در اجرت مصروف خدمات اولیه بر مهاجرین تازه وارد است. شما در جریان بودین که سال قبل در پروسه تخلیه تعداد زیادی از افغانا مهاجر شدن و به ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها منتقل شدن. میهنجان سعیدی کسی است که مصروف خدمت رسانی به این گروه از مهاجرین افغان است. میهن جان روی خط تلفن داریم. آقای سعیدی سلام. سلام خانم کریمی، احترامات. امیدوار هستم خوب باشین. میفهم که خیلی مصروف هستین، اگر لطف کنین خودتان به معرفی بگیرین. من امرایتان شناخت دارم، تا یک اندازه میفهم که شما با فامیل سعیدی هم قرابت دارین. اگر میخواین خود معرفی کنین که با آقای سعیدی چه قرابت دارین، اگر نمیخواین همچنان مختار هستین. مصروف چی فعالیت هستین؟ چی مدت میشه که ترک وطن کردین؟ کدام کمکار بر مهاجرین تازه وارد شما برابر میکنین یا برآورده کردین تا کنون؟ تشکر خانم کریمی از فرصتی که مساعد کردین. نام میهن سعیدی است. چون شما موضوع قرابت فامیلی رو مطرح کردین، ما نیاز از کوره وضاحت بدم. برای ما پسر احمد سعیدی هستم، سابق کارمند وزارت امور خارجه افغانستان. یک سال و چند ماه میشه که در ایالات متحده امریکا زندگی میکنم، در ایالت فلوریدا در شهر فورت مایرز، و مدت 11 ماه میشه که با دفتر مهاجرت لوتران که در قسمت پذیرش مهاجرین خدمات را ارائه میکنن در منطقه جنوب غرب فلوریدا اینجا کار میکنم. عمدتاً زمانی که من کار شروع کردم در همین ایجنسی یا همین نهاد که روی موضوعات مهاجرین کار میکردن، بیشترین خدمات در قبال مهاجرین افغان بود. همین تعداد که اضافه تر از 86 هزار نفر که از افغانستان داخل ایالات متحده امریکا شدن، خدمات به مینا ارائه شد. دیگر مشخصا اگر با شما سوالای با جزئیات میرن که چی خدمات ارائه شد، ما هم خدمت هستم. بسیار تشکر. بله، همین سوال است. اون 86 تون قوی. وقتی که یک مهاجر تازه وارد ایالات متحده آمریکا میشه، شما کمک میکنین از طریق الکترون سوشال سرویس و یا اینکه از اینجا در افغانستان برزی که شکل پذیرش ریفوجی حال فرق کرده؟ سابق میامدن از افغانستان با در کمپ ابو دبی و در کمپ قطر، کمیال تعداد زیادی از مهاجرین افغان است، یا نه مسئولیت شما برای اسکان مجدد تنها در ایالات متحده آمریکا و با صورت اخذ در فلوریدا است؟ امور هم که شما وضاحت دادین، سیستم کاری در نهادهای مهاجرپذیر مثل لوتران ما به این صورت است که ما با نهادهای فدرال و نهادهای ایالتی کار میکنیم. مهاجرینی که از افغانستان و از کشورهای دیگر، چون دفتر لوتران تمام مهاجرین افغانستان کار نمیکند، تمام مهاجرینی که از جاهای مختلف، از کشورهای آفریقایی، از آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، داخل آمریکا میشه، با او خدمات مهاجرتی را فرزن را مهیا میکنند. در قسمت مشخصا، چون بحث ما شما مشخصا روی موضوعات افغانستان و مهاجرین افغانستان است، اگر روی تو تمرکز باشه، ما وضاحت بدم که امیر خم که شما گفتین بعد از 15 آگست 2001 مهاجرین که تحت عملیات امو آپریشن الایز ویلکم داخل امریکا شدن، تمام اونا امور هم پروسیجر که شما تشریح کردین که اول در کمپای مهاجرین در جاهای دیگه می بودن، بعدا داخل امریکا میشن. وقتی که داخل امریکا میشدن، اونا در مرکز در ورجینیا شامل ثبت و رجستریشن حکومت فدرال امریکا میشدن، بعدا ضرورت نظر به امکاناتی که ایالتهای امریکا می داشت، اونا هم تعداد مهاجرین می پذیرفتن، و بعدا باز تقسیمات در بین نهادها می شد که هر نهاد مهاجرت با چی تعداد افغان ها را می تانه بپذیره. در شهر فورت مایرز، جایی که من برای دفتر لوتران کار می کنم، از ماه دسامبر 2001 اضافه تر از 250 نفر افغان اینجا آمدن، که با وجود که یک شهر خرد است با تعداد واخذات، یک تاریخچه اسکان یا سکونت افغان ها را نداره. قبل از یک فامیل افغان در اینجا بود، اما همی تعداد اینجا آمدن که از او جمله یک تعدادش ماند و یک تعدادشان دوباره، هم رو که شما میفهمین افغان ها زیادتر علاقمندیشان به ورجینیا و کالیفرنیا بود، یک تعدادشان دوباره رفتن. اما امروز هم در این شهر اضافه تر از 100 نفر افغان اینجا زندگی میکنن. بله، کدام نوع کمک‌ها برشان لوتران برابر میکنه؟ عمدتاً امو اساسی ترین مسائلی که ما میخوایم روی زود تمرکز کنم، قسمت جواز کار است که یک موضوع بسیار اساسی و بنیادی و حیاتی است در امریکا. امون رقم که شما میدانین موضوع شماره سوشال سیکیوریتی است که بسیار مسئله عمده است. در پلوی ازی بیشتر خدمات
مالی که بر مهاجرین مهیا میشه از طرف نهادهای مهاجرپذیر مانند کرایه خانه شان است، بین 6 تا 8 ماه برشان کرایه خانه همکاری میشه و تعقیب از او در قسمت شمولیت اطفالشان در مکتب و اگر اطفال بزرگ باشند در قسمت موضوعات شمولیت در دانشگاه ها اونا همراهشان همکاری میشه و همچنان در قسمت وظیفه یابی که یک موضوع بسیار عمده است در قسمت همراهشان هم کاری میشه. این مسائل عمده است که دفتر مهاجرت کار میکنه. بسیار تشکر آقای سیدی. و یک مسئله که اینایی که آمدن اکثرا به حساب کیس اسایوی آمده که با امریکایی ها کار کردن، طبعا اینا میاین بدون تای مرایل سیتیزن یا شهروندی امریکا را کسب میکنن، یک تعداد دیگه به حساب ویزه پرول که اینا برای مدت 2 سال وقت دارن تا دوباره برای پناهندگی سیاسی اپلای کنن. و حالا هم گفته میشه که کاخ سفید یک لایحه را به کنگره امریکا پیشنهاد کرده که امی ویزه پرول کسایی که آمده اوتومات بدون تای مرایل و درخواست دادن برای پناهندگی سیاسی اینا سیتیزن یا شهروند امریکا میشه. در این قسمت شما کدام اپدیت دارین؟ برزی که اینایی که آمده همطور که به شما معلوم است، اول اینا لسان نمیفهمند، دوم اینا درآمد کافی ندارند. فکر میکنین که ایره به جای ببره و این فرمان رئیس جمهور بایدن تصویب شد از طرف کنگره؟ این موضوع رو شما میکنم کریم بسیار خوب اشاره کردین. متاسفانه میدخم که شما گفتین اقتفی که پمی از همی تعداد 8-16 نفر که آمده اکثریت بسیار عمدهشان مردم ها هستن که با ویزه پرول آمدن. میدخم که شما گفتین ویزه پرول به اکثریت از اینا به مدت 1 یا 2 سال داده شد، اکثریت چند به مدت 2 سال گرفتن. یکی از وظایفی که اینا باید انجام بدن که در جریان 1 سال از روزی که داخل ایالات متحده امریکا شدن، اینا باید بر کیس اسایلم یا پناهندگی سیاسی درخواست کنن. اگر اینا به 1 سال در مدت 1 سال درخواست میکنن، بعدا باید دلایل و شرایط خود را به خاطر از اینکه چرا به 1 سال اپلای نکردن، باید در کیس خود را به اداره مهاجرت امریکا تذکر بدن. جنجال اصلی همی بود که امی کسایی که ویزه پرول داشتن یا هیومانیتیرین پرول داشتن، اینا یک مسیر قانونی به خاطر شهروند شدن در امریکا و یا به خاطر اخذ گرین کارت یا اقامه دائمی نداشتن. با نهادهای لابی در خود واشنگتن دی سی و اینا با کاخ سفید و با سایر نهادهای امریکایی کار کردن تا امور خم که شما گفتین که یک اکت به نام افغان اجستمنت اکت اگر که توسط کانگرس ای پاس شود تا افغانا یک مسیر کوتاهی را پیدا کنن به خاطر اقامه دائمی. اما امور خم که شما میدانین که مسائل سیاسی در امریکا خصوصا تنش‌هایی که بین جمهوری خواه و دموکرات ها سوی مسائل و نگرانی هایی که بعض سناتورهای امریکایی در قسمت مسائل امنیتی از این موضوع دارن، متاسفانه اون مسئله خیلی پیشرفت خوب نداشته، با وجود که از طرف کاخ سفید حمایت شد و او رفت در داخل کنگرس هم یک چند مرحله ابتدایی اداری را طی کرد، اما در نهایت شامل اجندای اصلی که روی رای گیری بره متاسفانه که نشد. دیگه از او خاطر اکثریت افغانای که اینجا هستن در نهایت، حالا فعلا واقعیت تلخمی است که باید به درخواست پناهندگی بدن تا بتانند قبل از اینکه مو ویزه پرولشان ختم شود سرنوشت اقامهشان در امریکا معلوم شود. اما در پالوی از این خبر خوب باز ای است که همون هدایت ویژه که کانگرس داده بود به اداره مهاجرت امریکا، تقریبا پذیرش افغان ها در اداره مهاجرت اضافه تر از 99% است. یعنی هر افغانی که درخواست پناهندگی میده اکثریت و وقت قبول میشه. اما اون مسئله دیگر که یاد کردین شما کاملا حقیقت داره که متاسفانه یک روند پیچیده است، مصارف مالی داره و یک تجربه حقوقی هم نیاز است. به نظر شما آقای سیدی دلیل از این که کنگرس این مسئله را رد کنه یا رد خواد کرد از دید شما چی خواد بود؟ مسائل امنیتی، مسئولیت بعدی سناتور و اعضای کنگرس؟ در نهاده که ما کار میکنم، چون ما دسترسی به اطلاعات امنیتی حکومت فدرال یا ایالتی نداریم که آیا چی تعداد از اینا واقعا مو بگرام چک اکتی و درست شدن، اما واقعا میدونم که شما گفتین متاسفانه نگرانی اصلی سناتورهای امریکایی که یک ریسک سیاسی رو میگیرن اگر اونا امروز ای لایه را پاس میکنن در کنگرس و خدا نخواسته فردا یکی از جمله همی 86,000 نفر که در این داخل امریکا شده کدامشان مرتکب کدام جرم میشن، امو سناتور متهم میشه که شما رای داده بودین و این لایه پاس شد، در مقابل از این لایه
یک مشکل به داخل امنیت امریکا تهدید شد. دیگه از اون خاطر اکثر سناتورای امریکایی خانم کریمی همی ریسک سیاسی رو نمیخواهند بگیرن، از اون خاطر اونای پس ماجور راجع کردن به اداره مهاجرت امریکا که شما خودتان همون تای مرایل حقوقی قانونی امنیتی خود را تایی کنین، قضیه را به قضیه بررسی کنین، هر کس را یعنی به صورت کل اونا نمیخواهند موضوع را رای مثبت یا منفی بتن، اونا میخواهند که خود اداره مهاجرت کار خود را کنن، هر قضیه را درست بررسی کنن، هر کس که مطابق شرایطش مورد پذیرش و همون نیازمندی هایی که در قوانین اجازه که شده داشت او را برش مهاجرت یا مکیسش قبول کنن. و متاسفانه اونایی که مشکلات داشتن یا کدام ورقشان کم بود یا کدام تحلیلی بودن، اونا از من باز مراحل بعدی میرن با خاطر جسجوی بیشتر. پسی کسایی که آمده همینطور که گفتم در این مملکت پول هم مهم است، بی پول نمیتوان زد پا در حریم کعبه، مفلس مکان ندارد در خانه خدا. لوترن سوشل سرویس در نظر داره یعنی شما وسیله میشن که وکیلای باشه که یا یک مقدار درآمد کم بگیرن، فیس کم بگیرن و یا ای که کاملا فری باشه، لوترن اینا را آماده میسازه برای اینکه هر کس یک وکیل ضرورت داره نه؟ امیر خم که شما در سوالتان این موضوع رو مطرح کردین، بعض نهادهای مهاجرت پذیر که هست خانم کریمی، اونا هم بخش حقوقی در داخل امو اداره دارن که یعنی اونا هم خدمات را به صورت مجانی جز ملای وظایفشان است ارائه میکنن. متاسفانه بعضی از نهادهای مهاجرت پذیر امین خدمات حقوقی در دفتر خود ندارن. باز اینا بعض وقتا از نهادهایی که مشخصا روی این مسائل کار میکنن کمک میخواین. اما امور هم که شما میفهمین موضوع مهاجرت و وکلای مهاجرت در امریکا یک موضوع خیلی پردرآمد است و بسیار وکیلا میخواین خدمات در مقابل پول ارائه کنن و بسیار اقتراض کمشان حاضر میشن که به صورت مجانی حاضر شوند که به کتله بزرگ از مهاجرین که مشکلات حقوقی هم دارن اسنادشان هم خیلی دقیق نیست. و میرفتم که شما وضعیت اکثر مهاجرین افغان که داخل امریکا شدن میفهمین در شرایط که آمدن اکثرتشان فاقد اسناد هستن، این خودم و پروسه رو پیچیده میسازه. اما خوشبختانه من نمیتونم درباره تمام شهرها و ایالتهای ایار امریکا گپ بزنم، اما اونجایی که ما هستیم ما تانستیم خودم دفتر لوتران که با یک قسمت زیادی از این فامیل هایی که در اینجا بودن با اونا کسای درخواست پرندگیشان ارسال کنیم، یک چند نهاد دیگه که اینجا برای ما همکار بودن اونا هم کردن و خبر خوشی از این تعدادی که ما رای کردیم تقریبا از 95%شان وقت مصاحبهایشان سپری شده و حالا بخیر منتظر نتیجه خود هستن. مسئله فرهنگ و کلتور میگه ملیت ها بر هنر و فرهنگ زنده هستن، قوانین کشور، فرهنگ کشور کاملا فرق میکنه. در اوایل ما شنیدیم میهن جان که در کمپای نظامی و کمپایی که در بالاوگلا مردم آمد، مخصوصا جوانای ناآگاه ما، اینا نسبت بعض اشتباهات به زندان ها رفتن، به حبس ابد محکوم شدن، اعمال را انجام دادن که مواد مخدر مثلا لطکوتک همسرایشان و اینا. در این قسمت هم شما با مهاجرین تازه وارد کورس های دارین، ادوایزرها یا مشاورین دارین که اونا را به اصطلاح ازانشان روشن بسازه که مملکت قوانینش دیگه است، فرهنگشان دیگه است؟ بله، یکی از مسائل عمده از وظایف ما بانو کریمی همی است که مهاجرینی که من نمیدفهم که چون شما اشاره کردین که اکثرتشان از یک قسمت مناطق روستایی افغانستان هستن که حتی به شهرها آشنایی ندارن متاسفانه و در کشور مثل امریکا و رامدن که این قوانین خیلی پیچیده و مغلق است و در این زمان و پیشرفت های فرهنگی و ایناشون با مراتب زیادتر است. دیگه ما امو جز امو لایه وظایف ماست که ما برای اینا یک پریزنتیشن بسیار مفصل در قسمت مسائل فرهنگی برای اینا ارائه میکنیم. اما تجربه همین نشان داده خانم کریمی که متاسفانه بسیار وقتا که یک پریزنتیشن ها که داده میشه، چون زیادتر مهاجرین متاسفانه در یک مرحله از زندگی خود هستن که در مالات انتقال هستن و همی تشویش های ذهنی که دارن، بسیار وقتا هم و هضم تمام از این مسائل در یک مرحله ابتدایی بسیار دشوار است. یعنی ما ایران درک میکنیم که تا اما موضوع عملی زندگی کردن در ایالات متحده امریکا را تجربه نکنن، تا را در شهرک نباشن، در یک جای زندگی نکنن، با همسایه خود آشنا نشون، روی تیوری بسیار سخت است که ما تمام این مسائل برشان بگوییم. اما بسیار وقتی که زندگی میکنن با این مسائل متوجه میشن، این مسائل درک میکنن. اما کاملا شما دقیق گفتین، متاسفانه
وقایع دلخراش بوده، در جایی که ما بودیم متاسفانه متوقعی شده، بسیاری وقت باعث امو شرمساری و شرمندگی اکثر دوستا و کسای کستا اینجا میشن. اما ما در حد توان کوشش میکنیم که این مسائل بگیم و مهمترین چیزش اما موضوع احترام متقابل است. اگر امریکا این تعداد مهاجرین پذیرفته با می تفاوتهای فرهنگی خود، در مقابل یک مسئولیتهای متوجه مردم افغانستان هم میشه که در اینجا آمدن که با مو مسائل فرهنگی از این کشور که در اینجا مسکن گزین هستن باید احترام کنن، چون اینا امور میخواین دیگه. از اون خاطر من فکر میکنم این بیشتر روی امو در نهایت روی یک موضوع تجربه پیدا میشه تا اینا یک مدت اینجا زندگی نکنن عملی مسائل نبینن نمیشه خوب. اما حرف مثبتش ای است که از روز اول از یک سال پیش تا حال ما فکر میکنم تغییرات مثبت آمده در کل. بسیار تشکر میهن جان. میگه دل اگر ملول بود گل به نظر خار آید. خودت پیشتر خوب اشاره کردی که اینا چون فامیلایشان که در افغانستان ماندن دلواپس یا نگران هستند، عزمی مسائل برشان سخت خواد بود. بازمانده های اونا کسایی که ماندن در افغانستان اکثرا با ما هم تماس میگیرن. پروسیجر کاری چگونه است که اونا را میتونه بیارن؟ ایالات متحده امریکای قذرفیت یا کپاسیتی داره که کسایی که آمده مثلا زن شوهر مانده، پدر مادرشان مانده یا فامیل نزدیک علایده، بعد از او خاله و کاکا و ما و بیادرزاده، چرا فرهنگ ما و شما فرق میکنه؟ اینه می مسئله چطور است؟ بازم من تاکید میکنم یکی از برنامه‌ای که دفتر ما کار میکنه تنها لوتران، شاید هر ایالت برنامه متفاوت داشته باشه. من نمیتونم تمام برنامه‌ای که حکومت ایالات متحده امریکا داره در قسمت ادغام مجدد فامیلا من نمیتونم روی ازی تمرکز کنم چون من از او آگاهی ندارم. اما مشخصا برنامه‌ای که ما کار میکنیم خانم کریمی، این امور هم که شما گفتید تعریف از اینا از فامیل، خانم، شوهر، اطفال. با فامیل تعریف شانمی است و در قسمت اطفال زیر سن، اطفال زیر سن تعریف شانی از مادر یا پدر از امو طفل. این حال امی دمی دو کتگوری کسایی که در بین تاریخ 15 آگست تا 31 آگست 2001 در میدان هوایی کابل جدا شده باشند، در میدان هوایی کابل تاکید میکنند دمی بین امی دو تاریخ، اونا مستحق ادغام مجدد در امریکا هستند. یعنی اگر یک شوهر آمده و اطفالش اونجا مانده و خانمش اونجا مانده، در این تاریخ ها در میدان هوایی کابل با هم جدا شدن بنابرای دلیل شرایطی که موجود بود، اونا مستحق هستن. اما اونا چند سند نیاز دارن خانم کریمی. کسی که در افغانستان مانده باید پاسپورت داشته باشه که مدت میادش 6 ماه مانده باشه، تذکره باید داشته باشه. این می دو سند عمده ترین سند اساسی همی است. اونا رو رای میکنه و دفتر اداره مهاجرت اینجا همین جای کمی عضو فامیلشان با امو دفتر مهاجرت ثبت است. ما امی معلومات ارائه میکنیم به نهاد بعدی، نهاد مرکزی ما که در مریلند است. اونا ارائه میکنن به وزارت امور خارجه امریکا. اونا بعد یک مرحله اداری خود دارن که اسناد اینا رو ارزیابی میکنن، بررسی میکنن با امو فامیل که در داخل افغانستان مانده و عضوشان به اینجا است و تماس میشن. اگر معلوماتشان صحیح بود و حکومت امریکا مطمئن شد که معلومات اینا ارائه کردن صحت داره، بعدا با مرحله بعدی میره در قسمت اقدام عملی در قسمت ادغام مجدد. اونا بودن تلاش میکنن کنار در داخل ایالات متحده امریکا بره. اما خبر خیلی جالب باز این است که پروسه کمک مثل تمام کارهای دیگه در اینجا یک کمک مدغم و پیچیده و زمانگیر است. یعنی توقع ما از این پروسه مدت کاری 6 ماه و 7 ماه و 8 ماه نیست، متاسفانه ذکر زیادتر است کمه. پس استثناء قائل نمیشه میهن جان در این قسمت که چرا خیام آوردین اینا رو؟ شما به تیاره کامیر اینا رو همه گیر آوردین؟ من میخواستم روی این موضوع به حساب فرهنگ و امو کلچر ما اینا یک جای زندگی میکرد، خوشو و آرس و بچهش، یک بچه یک دانش کتی آرس و دوتا نواسش یک جای بر آمدن به تیاره کامیر، حال اونا ماندن به قطر خانم آمدن. دقیق، ما نفره هم داشتیم در داخل همی به شما مهاجرین مراجعه کردن که مثلا خانم داشتن که خانمشان زیر سن بوده. یعنی شما مثلا در ایالات متحده امریکا سن اینجا قوانی نمیفهمین که شرایط از چقدر سخت است. مثلا یک نفر بوده خانمش 16 ساله بوده، وقتی که می آمده او چون طفل حساب می شده او رو ما مجبور بودیم به پرورشگاه اطفال بسا او رو معرفی کنیم. دیگه اونو متاسفانه اینجا این مسائل فرهنگی همی تفاوت های فرهنگی بسیار مسائل پیچیده می سازه. من روی سر سوال ابتدایی تان دوباره اگر بهم سر از او چون شما سوال کردین او قسمت،
اما کسایی که در مرحله ابتدایی تخلیه آمدن که بین 15 آگست تا 30 و 35 آگست تا سپتامبر بود، اونجا روند آسان تر بود، یعنی زودتر میشد کارا، چون امو فشاری که موجود بود و سرعتی که در کار بود کارا بسیار سریعتر صورت میگرفت. به تعقیب از امور خم که شما دیدین، چون مرحله اول که مرحله اول تخلیه تکمیل شد، متاسفانه پروسه بسیار بطی شد، بسیار کند شد. امور خم از اون خاطر هم امون مردمایی که در متاسفانه در ابوظبی ماندن، من شما خبر دارم که یک تعدادش متاسفانه تانوز هم مانده بودید. دقیق یک سال گذشت و بالاخره سرنوشت از اونا، از این تجربه که دارین، خب البته ای به ما قابل درک است که شما تنها در یک ایالت کوچک امریکا فلوریدا یک شهرش مسئولیت دارین، اما نام خدا از اونجا یک معلوم شه معلومات خیلی زیاد دارین. پس در کل مشکلات مهاجرین را که خود امریکا آورد توسط طیارهای کامیار فعلا به ابوظبی و قطر مانده، اینا را پس میفرسته دوباره دیپورت میکنه؟ نه، ما فکر میکنم همو به هیچ صورتی مردم پس نمیرم. همو مردم هایم که در اونجا بودن، همو یک مرحله تصمیم گرفتن که ما پس بریم. من فکر میکنم حالا گذاشته از اگه سرازو گفتن خوب نیست، اما یک اشتباه کردن، چون در نهایت تعهد همی بود، تعهد داخلی ایالات متحده امریکا همی بود که به هیچ صورت تحت هیچ شرایط هیچ کس دوباره به افغانستان پس ارسال نمیشه. یه از خاطر شما میفهمین حکومت امریکا با طالبا هیچ نوع رابطه سیاسی دیپلماتیک نداره، هیچ امکان نداره کسی را که با ایالات متحده امریکا کار کرده یک مدت آماده باشه اونا رو دوباره اخراج کنن، بعد دست طالبا اونا رو تسلیم کنن. او هیچ امکان نداره. یعنی همین کسایی که به قطر هستن، در جریان هستن که چی تعداد قطر ابوظبی مونده در کمپوش؟ اما آخرین ارقامی که از امرای ما تا اداره فدرال شریک کرده بود، فکر میکنم از افتار 4,500 نفر گفتن در ابوظبی اینا موندن، که او را یک تعدادش فکر میکنم کانادا مسئولیت گرفته انتقال میدن و یک تعداد دیگر در نهایت ایالات متحده امریکا انتقال میدن. اما می روند، ما سر دمی روند کاری از اینا تاکید میکنم، روند کاری از اینا به صورت است که بسیار پیچیده و مغلق است. از او خاطر شما وقتی که جواب مستقیم از اینا دریافت نمیکنین، مایوس میشین و تو فکر میکنین که هدف از اینا ای است که ما شما رو در نهایت اخراج میکنیم و شما رو در امریکا نمیخواهیم دوباره، چون این روند که بسیار بعدی شد مردم مایوس شدن. وقتی که مردم مایوس شدن و اون مشکلات و مردم کاملا قابل درک است، او کسی هیچ کس شک نداره. اما رقم که در اخبار و مطبوعات ما شما دیدیم یک تعدادشان متاسفانه با تکلیف های مشکلات روانی دچار شدن از خاطر این فشار و استرسی که در اونجا هست متاسفانه. اما اینا تاکید روی امور روند کاری خود میکنن که میگن ما باید این روند خود را تکمیل کنیم. اما رقم که شما چند روز پیش خبران بودین که خود حکومت امریکا اعلان کرد کمی Operation Allies Welcome مرحله از این تکمیل شد و بعد از این ما تاکید میکنیم و توجه اصلی ما روی بهترسازی شرایط زندگی مهاجرینی که در امریکا آمده بود در اینجا میباشه، چون متاسفانه انتقاد بالای حکومت امریکا می بود که شما خوی مردم آوردین تعداده، حالا می خواهید که بیشتر مردم را بیارین، اما وضعیت همین مردم هایی که اینجا آمده روی وضعیت از اینا هم توجه کنه. و این را خب من شما می بینین که متاسفانه از این جمله 86,000 نفر یا بیشتر که آمده، یک قسمت بسیار محدودشان در یک سال تانستن که حتی خب خودکفایی اقتصادی پیدا کنند، اما بسیار شاوان شما شاید هستین میبینین از نزدیک که با مشکلات بسیار جدی اقتصادی فرهنگی مواجه هستن، که فکر میکنم در دراز مدت مشکلاتشان زیادتر میشن متاسفانه. دو سوال دیگه آقای سیدی عزیز، یکی طور چند وقت پیش مردم افغان گله کرد یا مقامات افغانی که گویا ایالات متحده امریکا تمرکز یا به اصطلاح توجهش به مهاجرین اوکراین کرد، حتی رسانه‌های خارجی و کشورهای خارجی هم گفتن اینجا دورنگی کرد امریکا، از اونا رو زیاد تعداد مهاجرینشان قبول کرد از افغانستان کم. جز دیگه سوال، فکر میکنین که مسئله اوکراین افغانستان تحت شعاع قرار داده باشه مهاجرینشون؟ اگر بسیار سوالی رو جواب بدیم شاید. خب این بازه بحث ما الان نمیخوایم زیاد فیلسوفانه گپ بزنیم، یک بحث فرنگی است در امریکا که همین مذاقی که بالای مردم امریکا است میگن که مو توجهشان در هر مسئله بسیار کم است، یعنی عرفی است که در یک چیز یک موضوع زود علاقمند میشن باز بسیار زود بی‌علاقه میشن. همین موضوع داستان مهاجرین افغان به امریکا کمک هم گسترهای خود امریکایا یک خبر قدیمی شد، اولد نیوز شد، یعنی زیاد شد. وقتی که امریکا رو شما دیدین که چون از خاطر یک ابرقدرت هست مسائل بزرگ جهانی پیش بسیار زود میه و هر مسئله که آمده توجهش روی امون مسئله میباشه، باید مسئله قبلی یادش میره. الان وقتی که موضوع اوکراین شد،
کسب پدگه زیاد قصه مهاجرین افغان نشد کی بیچاره هم آمده بودن یک سال از اینا هم تیر شد مشکلات از اینا چه گفتن حال موضوع اصلی اوکراین است جنگ ما همراه روسیه است روسیه رقیب اصلی ماست به این روی مسئله توجه کنیم و دیگه هم تفاوت هایی که در شرایط هم بودن برفتم که شما گفتین متاسفانه چون اوکراین ها یک کمک از نگاه فرهنگی هم متفاوتر هستن شاید به غرب نزدیکتر باشن مردمشان چون از امو ریس یا از امو به حساب نژاد بودن آسانتر بوده برشان در اینجا آمدن اتمام و مجددشان آسانتر بوده و شرایط برشان آسانتر بوده مثلا مهارت های زبانیشان بالاتر است سطح تحصیلشان بالاتر است و امو پذیرش که غرب به اونا داره متاسفانه متفاوتر است اما در روی ورق اگر صادقانه من اعتراف کنم در روی ورق کتا کدام تبعیز قائل نیستن که با مهاجر از افغانستان از یک برخورد متفاوت باشه نه یک رقم خوب میتن آقای سعیدی عزیز یک رقم خوب میتن مثلا اداره میگریشان میگه اینی تعداد بر افغانستان اینی تعداد بر سومالیا اینی بر اوکراین یک رقم بخیل سالانه دارن که چی تعداد باید بپذیر امور گفتیم یعنی شاید مثلا نمو بگراند امنیتی شاید متفاوتر باشه مثلا تای مرایل اداری بر از اونا متفاوتر باشه اما مطابق قانون در اینجا یعنی کسی نمیتونه روی مثلا رنگ و پوست مذهب یک نفر تبعیض قائل شود اما اگر این عملی در کدام جای شود و خلاف قوانین من با شما موافق هستم که میشود که چون پوشی کدن نمیتونه متاسفانه بسیار تشکر آقای سیدی عزیز و در کل چون شما گفتم دیپلمات و یک جوان آگاه این فرار مغزها برای این دی مملکت نقص نداره پیامدهای بعد خواد داشت خود تام یک جوان دیپلمات ترک وطن کردی و آمدی اینجا گرچه مصروف خدمت به هموطنایت هستی تمام روشن فکرا مثلا میگه کسایی که با آمریکا یا کار کرد کلش مغز متفکر جوانای رشید برومند کسایی که ژورنالیست هست همچنان قشر روشن فکر کسایی که قاضی است مدافع حقوق زن ای خود تمام روشن فکرین رو تحصیل کرده های افغانستان ده اونجا یه چیز نمیمونه طالبا برای کی حکومت میکنه آیا آینده تاریخ بسیار غنی و رچ و معتبر ما زیر سوال نمیره با این رقم؟ خب متاسفانه چون امروز بحث ما شما کاملا روی موضوع مهاجرین اینا بود یک بحث بسیار کاملا جداگانه نیاز است که باز یک روزی که انشاءالله فرصت شد روی از این موضوع حتما صحبت میکنیم اما این بسیار مخلص شد بودم من فکر میکنم بر روشن فکر افغانستان به کسی که چیز فهم بوده کسی که میخواهد به شرایط انسانی باورمند است و در قسمت تفاوت ها باورمند است و با گفتمان باورمند است به او امکان نداره از نگاه منطقی که در یک شرایطی که حاکمیت روی دست طالبا باشه زندگی کنه یعنی مردم از مجبوریت آمدن هیچ کس تحت هیچ شرایط آسیب نمی باشه که وطن خود را ترک کنه و بیاید در یک جای دیگه از یک بالا جای به یک پایین جای تنزیل کنه یعنی یک چیزی که هر کدام ما در یک جوری یک کاره بودیم اما حال اینجا بسیار کارهای عادی را پیش میبریم از خاطر همی که ما مشرایط با خود نامناسب بیریم امکان نداشت همی تحقیر و توهینه که مردم میشن جوانا یعنی امکان نداشت یعنی این از روی کدام شوق نبوده که ما این تصمیم گرفتیم از روی یک مجبوریت بوده متاسفانه و امور شما سعی کنین یعنی شرایط امروزی افغانستان سعی کنین این نبوده که ما وقتی که برامرده بودیم شرایط مناسب بوده حال شرایط بسیار مناسب است متاسفانه شرایط بدتر است دیگه وقتی که در یک نظامی که به تحصیل کردهش احترام نشود قدر نشود و ظرفیت های از اونا احترام نشود جانشان در امن نباشه و تفاوت های مذهبی فرهنگی زبانی لسانی سمتی احترام نشود و احترام کسی قائل نباشه مردم دیگه چاره چی دارن مجبور هستن آقای سیدی کدام گپ دیگه اگه از قید زبان ما به اصطلاح مانده باشه یک خواهش دارم من از تمام هموطنان ما که در اینجا هستن من فکر میکنم اکثر افغانایی که در ایالات متحده آمریکا هستن کسایی که قبلا آمدن یا کسایی که تازه آمدن اینا میخوان با یک دیگه کمک کنن اما متاسفانه دمی جریان یک تعداد مردمای از دوستای ما که شاید نیتشان نه بوده باشه اما روان را که پیش میگیرن متاسفانه در نهایت منجر به چیز درست نمیشه اینا هم ماهره یا اکسپرت موضوعات مهاجرتی شدن هر کس یک موضوعی را داره میخوام در سایت های اجتماعی در سوشال میدیا متاسفانه پرداخت میتونه نکاس میتونه یک روز خبر میاد که من این خبر جالب براتان دارم افغان جست منک قبول شد یک نفر من که من یک موضوع دیگر دارم که افغان ها راسن گرین کارتشان در پشت خانهشان رای میشه اینی مردم متاسفانه در دچار سرگردانی و یک رقم مایوسی میکنه و همین مشوره های پیش از حد خصوصا یک نفره که در این جامعه از یک حالت بسیار بد عقب گذاشتنده میخواد زندگی را صفر شروع کنه همه چی را دست داده او از نگاه روانی اگر شما در این مرحله ابتدایی به او هر کس هر گپ بگوید
ده نفر ده مشوره بده، صد نفر صد مشوره بده، مسئله وطنی ما شما مردکه راگمک میشه. حالا بسیار از این مهاجرین متاسفانه راگمک شدن، چون اون نهادهایی که متاسفانه وظیفهشان است، کارشان است، اونا با اینا کار میکنن. اما این دوستای دیگه که اما معلومات که خودشان بسیار وزن و ریسرچ تحقیقی به خودشان کردن انجام دادن و استوار بر ارقام نیست، استوار بر قوانین نیست، استوار بر واقعیت ها نیست، اینی معلومات که متاسفانه با مردم میتن، این مردم سرگردانیشان بیشتر میشه. دیگه خواهش بسیار عاجزانه من از تمام این بزرگا همی است که هم کسایی که این معلومات شریک میسازن و هم کسایی که معلومات میگیرن که در این قسمت لطفا محتاط باشن، با همون نهادهایی که در قسمت وظایف دارن با اونا کار کنن و همون مسائل عمده و اساسی از اونجا بگیرن. خیر بینین، یک سوال دیگه که تعداد زیاد در افغانستان مانده، اطور به اصطلاح به اساس معلومات شما اگر دارین دقیق، هنوز ایالات متحده امریکا در نظر داره که تعداد مستقین چون در شرایط پروسی تخلیه یا روند تخلیه گلگل میری شد به قول معروف به اصطلاح، یا در نظر داره که اونایی که واقعا مستحق هستن نمیتونن در تحت شرایط طالبا کار کنن بیاین به ایالات متحده؟ خبر خوبش این است که تعهد حکومت امریکا می است که در نهایت تمام افراد که مستحق تاکید میکنم مستحق داخل شدن یا آمدن به ایالات متحده امریکا باشن، باید در نهایت حکومت امریکا اونا را میره. اما در پلوی خبر خوش، خبر بعدش این است که امورقم که اخیرا حکومت امریکا اعلان کرد که ما توجه اصلی ما روی ادغام فامیلایی که در اینجا هستن و بهترسازی شرایط زندگی بر فامیلایی که در اینجا هست می باشه. من برداشت من این است بانو کریمی که متاسفانه او روند بسیار یک روند طولانی پیچیده و زمانگیر خواهد. بسیار تشکر. اجازه بدین که یک تمجید و تعریف کنم. ما معمولا با آقای سعیدی صحبت میکنیم، قبلگاه شما دیپلمات پیشی نام خدا فسی صحبت میکنم، میگه پسر گر ندارد نشان از پدر، تو بیگانه خانیش و مخانیش پسر. البته در مورد جزئیات که در کجا درس خواندین، چه خدمات را در افغانستان انجام دادین، همینطور که خودتان گفتین در برنامه های آینده بیشتر از این وقتانه نمیگیرم، برای زی کمرای مهاجرین و کارهای اونا مصروف هستین. به شما موفقیت آرزو میکنم. بسیار تشکر، ممنون، سلامت، زنده باشین جناب سیدی.